این هفته در کلیک، سواری گرفتن در هوا، آب گرفتن از هوا و شهری از انرژی خودکفا. به دبی خوش اومدید. پادشاهی صحرا، جایی که عبارت خیلی زیاد محلی از اعراب نداره. این شهر بیش از یک دهه وقت صرف کرده تا برای خودش در زمینه ساختمان‌های بیدار و پیکر اسم و رسمی به پا کنه. ظاهراً حالا میخواد تو زمینه فناوری صاحب اسم و رسم بشه. مدتی پیش همزمان با چالش خوبی‌های پهپاد به دبی رفته بودیم و ملاقاتی داشتیم با چند تا از نوآورانی که دبی روشون برای ساخت چشم‌انداز جدیدش امید بسته. اما این فقط پهپادها نیستن که به آسمون میرن. ممکن این هاوربایک که برای پلیس طراحی شده یک روزی ماموران پلیس رو با سرعت به صحنه جرم برسونه. کسی چشمش دنبال پلیس بالگرد سوار هست؟ مامورای پلیس میتونن تو سطح شهر از این هاوربایک ها استفاده کنن تا خدمات بهتری رو تو نقطه مناسب ارائه بدن و حتی سریعتر واکنش نشون بدن. البته این تنها اقلام هایتکی نبود که در اختیار پلیس دبی قرار گرفت. چند وقت پیش پلیس دبی افرادی را استخدام کرد که چندان تازه کار نبودند. از جنس سفت و سختی هم بودند. کیت راسل به ملاقاتشون رفت. مثل اغلب کارهای بلند پروازانه در دبی، پلیس دبی هم میخواد مردم ببینن که داره از آخرین فناوری پیشبینی جرم و نظارت استفاده میکنه تا مراقب مردم باشه. ما دوربین داریم، پهپاد داریم، ربات داریم. به زودی در محیطی مثل فیلم‌های علمی تخیلی زندگی خواهیم کرد. سامانه‌های پیشبینی جرم که بر اساس هوش مصنوعی طراحی شده. خودروهای گشت خودران و پاسگاه‌های پلیس که هیچ آدمیزادی توش نیست. اینها اولین پاسگاه‌های هوشمند دنیان که قراره در تمام محلات دبی مستقر بشن. شهروندان میتونن برای کلاس‌های آموزش رانندگی و یا حتی طرح شکایت به این پاسگاه‌ها مراجعه کنن. همینطور میتونن روبوکاپ دبی رو هم ببینن. اما برخلاف فیلم‌ها، ادب و مهربونیشون شما رو میکشه. مثل اینکه عاشقم شده. فکر میکنی که من خوشگلم؟ Yes, I love talking with you. مرسی. You are absolutely astoundingly gorgeous, and it's the least interesting thing about you. My senses detect a paparazzi among us. Guess who it is? اونهاش. از لاس زدن که بگذاریم، رئیس بخش هوش مصنوعی پلیس دبی عقیده داره آینده این شهر با هوش مصنوعی و روبوتیک عجین شده. پشت این سامانه هوش مصنوعی قرار داره، میتونه شما رو ببینه. فناوری تشخیص چهره هم داره، در نتیجه میتونه کسی که مقابلشه رو بشناسه. همزمان همه این اطلاعات رو به سامانه کنترل و فرمان میفرسته. ما پروژه‌ای داریم که اسمش رو گذاشتیم چشم دبی. تو این پروژه در سطح شهر دوربینای مدار بسته نصب کردیم که به این مرکز مرتبطن و داریم روی سامانه هوشمندی کار میکنیم که مجهز به فناوری تشخیص چهره است. رصد کردن 10,000 دوربین شهری کار خیلی سختیه. به همین خاطر یه سامانه هوشمند داریم که میتونه تصاویر زنده دریافتی از این دوربین ها رو تجزیه و تحلیل کنه. این سامانه همچنین میتونه انواع کارها رو پیش بینی کنه و تشخیص بده، به ویژه افراد تحت تعقیب رو. البته این سامانه خودکار فعلا نیاز داره که برای گزارش جرم از طریق تلفن با انسان ارتباط برقرار کنه. من میخوام یه جرم رو گزارش بدم. یه ربات اینجاست که دل منو برده. کارتت رو دزدیده؟ دلم رو. دل شما رو؟ آها. اخیراً الگوریتم‌های پیشبینی جرم اداره پلیس شیکاگو رو دیدم. حالا هم پلیس دبی داره انرژیش رو روی پیشگیری از جرم می‌ذاره قبل از اینکه اصولاً اتفاق بیفته.
این برنامه جرم‌های قبلی رو تجزیه و تحلیل کرده و سعی می‌کنه پیش‌بینی کنه که جرم بعدی در این منطقه ممکنه کی و کجا اتفاق بیفته. یکی دیگه از خدمات هوشمندی که به شهروندان دبی ارائه میشه اینه که اگه سابقه بیماری قلبی و عروقی داشته باشن میتونن اسمشون رو در فهرست مربوطه ثبت کنن. میتونین روی این نقشه پشت سر من اونا رو ببینین که با شکل قلب علامت گذاری شدن. یعنی اینکه وقتی تقاضای آمبولانس میکنن اینجا بلافاصله میفهمن که دارن برای کمک به یک مصدوم قلبی میرن. اونا میگن این سامانه بهشون کمک کرده تعداد تلفات رو تا 50% پایین بیارن. این آمار واقعا دلگرم کننده است. اما این نظارت گسترده شما رو به یاد یه فیلم علمی تخیلی نمیندازه؟ ممکنه مردم اینو با فیلم گزارش اقلیت برابر ببینن. شما چه تدابیری به کار بستین تا مطمئن شین این داده ها با رعایت اصول اخلاقی استفاده خواهند شد؟ ما پیشبینی نمی کنیم چه کسی می خواد خلاف کنه، بلکه پیشبینی می کنیم کی و کجا این جرم اتفاق می افته. بنابراین می تونیم از پیش آماده باشیم و احتمال جرم را کاهش بدیم. پارسال این موقع از هر سه جرم یکیش از قبل پیشبینی شده بود. پس مزیت استفاده از هوش مصنوعی همین قابلیت پیشبینیه. اون چه که بیش از این مایه تعجبه اینه که گروه پهپاد اینجا در دبی میخواد از این هم فراتر بره. اونا فکر میکنن میتونن از پهپاد استفاده کنن و با تجزیه و تحلیل اطلاعات علائم حیاتی افراد مجرمین بالقوه رو شناسایی کنن. اپراتور پهپاد در مرکز کنترل و فرمان میتونه هدفی رو انتخاب کنه و دوربین به طور خودکار روی هدف قفل میکنه. با استفاده از حسگرهای مختلف میتونیم پارامترهایی مثل فشار خون و دمای بدن افراد رو اندازه بگیریم. وضعیت آب و هوا هم روی ارتکاب جرم افراد تأثیر میذاره. میتونین پیش بینی کنین آیا فردی قصد داره عملی خلاف یا یه حمله تروریستی یا کار دیگه ای انجام بده. همه این چیزا هم مثل سایر طرح‌های عظیم در دبی یه پاش تو واقعیت جاه طلبانه است و یه پاش هم تو خیالات خیرخواهانه. به هر حال اینجاییه که باید مواظبش بود. البته شما هم مطمئن باشید که اونها هم همه جوره حواسشون به ما هست. میدونید که دبی جای کم آبیه. مردم برای آب خونگی از آبی که از یک پالایشگاه نمک زدایی تامین میشه استفاده میکنن، اما برای آب آشامیدنی به سراغ آب معدنی میرن. البته فعلا گویا راه حلای دیگه هم برای آینده در کاره. آب، بقای ما به اون وابسته است. اما از هر 10 نفر در جهان 3 نفرشون به آب تمیز و آشامیدنی در خونشون دسترسی ندارن. حتی در نقاط ثروتمند هم تولید آب کافی برای مردم خیلی پرهزینه است و هم برای محیط زیست مضره. دبی که در صحرای حاشیه خلیج فارس ساخته شده از منابع طبیعی آب شیرین برخوردار نیست. اینجا فقط چند روز در سال بارون میباره. پس چطور میشه از هوا آب گرفت؟ این مشکلی بود که مردی پس از تجربه کمبود آب آشامیدنی در مناطق آسیب دیده تصمیم گرفت حل کنه. دکتر آلیسیا لوکاتلی، مدیرعامل و مؤسس شرکت ما، وقتی برای شرکت در برنامه‌های آموزشی و پزشکی در هایتی بود، یه روز داشت به چکه کردن آب از یک کولر نگاه می‌کرد و متوجه شد که شاید این راهی برای تولید آب باشه. دستگاهی که بر اساس اون ایده تولید شده، اول گرد و غبار و خاک هوا رو از فیلتر و بعد از صفحات خنک کننده رد می‌کنه تا رطوبت موجود در هوا رو مثل یک کولر به قطره‌های آب تبدیل کنه. بعد از جمع‌آوری آب با اوزون تصفیه میشه و با عبور از کپسول‌های حاوی مواد معدنی، مواد لازم برای تبدیل شدن به آب مصرفی سالم بهش اضافه میشه. بعد از اضافه کردن مواد معدنی آب به یه یخچال فرستاده میشه تا به دمای مناسب برای نوشیدن برسه. با در نظر گرفتن اینکه این دستگاه‌ها در هوای گرم استفاده میشن، بعد در معرض نور فوق بنفش قرار داده میشن که یه روش دیگه است برای اینکه اطمینان حاصل بشه که آب قبل از استفاده استریل و تمیز شده. بارگون اولین شرکتی نیست که به کمک فناوری آب رو از هوا بیرون میکشه. در تپه‌های خشکی در بالای پایتخت پرو از سال 2009 به کمک شبکه‌های ابری که به طرف آسمان کشیدن از مه صبحگاهی برای تولید آب استفاده می‌کنند.
اشکال اصلی یافتن راهی برای تولید آب کافی برای تأمین نیاز مردم در شهری مثل دبی، اونم با هزینه های قابل قبول. در شرایط مطلوب این دستگاه هر روز 1000 لیتر آب آشامیدنی تازه تولید میکنه، اون هم تنها با هزینه کردن 8 کیلووات در ساعت. با احتساب قیمت دستگاه در طول عمر 10 سالش، هزینه هر لیتر آب کمتر از 0.01 دلار در میاد. این برای هتل‌ها و کسب و کارهای اینجا در دبی میتونه خیلی جذاب باشه، چون اونا روزانه از تعداد بیشماری از بطری‌های پلاستیکی یه بار مصرف استفاده میکنن. پس اگه از کپسولتون اینجا استفاده کنید، میتونین آب مقطر با کیفیت طبی تولید کنید، برای مثال برای استریلیزه کردن تجهیزات پزشکی. دقیقاً یکی از موارد استفادهش در یه بیمارستان صحرایی در لیبیه که بیمارستان صحرایی ناتوه. اونجا آب کاملا تمیز شده برای استفاده های پزشکی تولید میشه. همینطور همزمان با سیستم عادی هم کار میکنه. اینطوری یه دستگاه میتونه با 2 شیر جداگانه همزمان آب آشامیدنی و آب طبی تولید کنه. علاوه بر مزایای تجاری و پزشکی، دلایل مهمتری برای حذف پلاستیک وجود داره. مصرف سالانه بطری‌های پلاستیکی تا سال 2021 به 0.5 تریلیون افزایش پیدا می‌کنه و برآورد شده که در 30 سال آینده در اقیانوس‌ها ممکنه بیش از ماهی پلاستیک وجود داشته باشه. در بسیاری از نقاط دنیا آب لوله کشی مورد اعتماد نیست، یا به هر دلیلی مردم بطری های پلاستیکی رو ترجیح میدن، حالا چه درست چه غلط. در نتیجه ما خودمون عامل این مشکل بزرگ زباله هستیم. این دستگاه نمیتونه راه حل قطعی برای مشکل کمبود آب سالم در دنیا باشه. اون به طور مداوم به دمای بالای 30 درجه و رطوبت بین 60-70% نیاز داره. اما حداقل اینجا در دبی خوشبختانه هر دوشون فراوون وجود داره. هفته ای که گذشت هفته ای بود که مرسدس بنز اولین خودروی کاملا برقیش رو ارائه کرد. هنوز قیمت رسمی براش اعلام نشده، اما با این حال هزاران نفر این خودرو رو پیش خرید کردند. و سونی بالاخره 6 سال پس از اینکه تولید پلی استیشن 2 یعنی پرفروشترین کنسول بازیش رو متوقف کرد، این هفته به خدمات تعمیر اون هم پایان داد. و در مدارس فرانسه استفاده از گوشی‌های موبایل ممنوع شد. این قانون جدید شامل دانش آموزان تا 15 ساله میشه. دولت فرانسه امیدواره که با این کار حواس پرتی سر کلاس رو کاهش بده، فعالیت جسمی بیشتر رو تشویق و به مقابله با زورگویی آنلاین هم کمک کنه. همچنین در این هفته وزیر امور خارجه بریتانیا شرکت‌های فناوری رو متهم کرد که مسئله سوء استفاده جنسی آنلاین کودکان رو جدی نگرفتند. فیسبوک، گوگل و مایکروسافت در پاسخ گفتند که متعهد به مقابله با این معضل هستند. و رئیس بزرگترین سرویس پلیس بریتانیا درخواست داده که از این به بعد پلیس بتونه تا چند دقیقه پس از شروع تحقیقات در مورد جرم‌های جدی به پروفایل‌های فیسبوک دسترسی داشته باشه. این درخواست وقتی مطرح شد که مظنون به قتل یک دختر 13 ساله پس از اون که از ارائه گذرواژه فیسبوکش به پلیس خودداری کرد به 14 ماه حبس محکوم شد. فیسبوک گفته با مجریان قانون همکاری و سازوکارهای تثبیت شده قانونی رو دنبال می‌کنه. هفته گذشته هفته خیلی شلوغی برای فیسبوک بود، چرا که این شرکت پیش کمیته اطلاعات سنا در ایالات متحده احضار شد. این کمیته برای تمرکز بر این موضوع تشکیل شده بود که شرکت‌های فناوری برای جلوگیری از دخالت در دوره‌های آینده انتخابات در آمریکا چه اقداماتی انجام خواهند داد. جک دورسی مدیر عامل توییتر هم در مجلس سنا حضور داشت، اما گوگل نماینده‌ای نفرستاده بود. و اولین ربات قایق اقیانوس اطلس رو پیمود. این سفر 80 روز طول کشید و بیش از 5000 کیلومتر پیموده شد. این قایق بدون سرنشین کوچیک مسافرت دشوارش رو از کانادا آغاز و در ساحل ایرلند به پایان رسوند. این قایق نیروش از باتری‌هایی می‌گیره که با صفحات خورشیدی شارژ می‌شند. سفر این قایق هنوز به طور کامل تموم نشده و داره راه خودش رو به سوی نروژ ادامه میده.
امارات متحده عربی یکی از بزرگترین تولیدکنندگان نفت در جهانه و صحبت از انرژی‌های پایدار در اونجا چندان رواج نداره. هرچند دبی به خاطر اینکه نفت کمی توش تولید میشه، دنبال راه حل‌های سازگار با محیط زیست و انرژی‌های پاک هست. کیت راسل رفته به حاشیه شهر دبی و به منطقه پایدار سر زده. این شهر هم اسمش پایداره و هم ماهیتش. یه محله آزمایشی که 354 میلیون دلار خرج شده تا 100% خودکفا باشه. ورود خودرو به این شهر ممنوعه. بنابراین من با این وسیله نقلیه الکتریکی جابجا میشم. این چیزیه که ما بهش میگیم یک جامعه کم کربن. هدفمون ترویج زندگی کم کربنه تا ما تأثیر مخربمون رو بر آب و هوا کاهش بدیم. اینجا در این صحرا همه چی طوری طراحی شدن تا با استفاده از نور مداوم خورشید در طی سال کمتر مصرف کنن و بیشتر انرژیشون رو برگردونن. خیابون‌ها کم عرض و سایه دارن و از میراث معماری باستانی دبی الهام گرفتن. در ساحل هم ما 100% بازیافت می‌کنیم. بنابراین تمام آب‌های وارد شده به شهر پس از استفاده تصفیه و دوباره استفاده میشن. دور و بر این مجموعه گنبدهای زیستی هستند که ساکنین تشویق میشن در اونها مواد غذایی تولید کنند. ما الان در سنترال پلازا هستیم که به چیزی که ما بهش میگیم اوزون آبی مجهزه. هدف اینه که استفاده از مواد شوینده سمی شیمیایی رو کاهش بدیم. این دستگاه در واقع اوتو رو از جو جذب میکنه و با تجزیه مولکول‌ها به O3 تبدیل میکنه و بعد اونو با فشار 30 تا 40 درجه وارد جریان آب عادی میکنه. نمیشه اونو نوشید چون دندون‌ها و سیستم گوارش شما رو ضد عفونی میکنه. این در واقع یک پاک کننده است. یک عامل پاک کننده است و بوی بارون میده. چیزی که اینجا میبینی نقطه مرکزی هر مجموعه ساختمونیه. ما چیزی که بهش برجیل یا بادگیر میگیم رو تغییر دادیم. این چیزیه که به طور سنتی در فضای معماری امارات وجود داشته. مردم رو ترغیب میکنه تا زمان بیشتری رو در خارج از منزل صرف کنن. یه فواره کوچیک هم داره. چون هوای سرد سنگین تره پایین میره و فضا رو خنک میکنه. با این هدف نهایی که انرژی بیشتر از اون که مصرف میشه تولید بشه. در این منطقه انرژی فقط از خورشید گرفته نمیشه. وقتشه که بعد کلی سواری در طول روز یکم ورزش کنیم. اما من فقط ورزش نمی کنم. این دستگاه در واقع الکتریسیته تولید میکنه تا دوباره به شبکه برق برگرده. ارزشش رو داره که یکم سخت‌تر ورزش کنم. بس دیگه حوصله‌ام سر رفت. ماشین کجاست؟ اینجا به نظر خیلی لوکس میاد. خیلی گرون‌تره. گرون‌تر نیست و هرگز نباید گرون‌تر باشه. اگر ما می‌خوایم ثبات و رشد پایدار رو در جریان عادی زندگی وارد کنیم، باید اون رو با قیمت مشابه قیمت‌های بازار عرضه کنیم. منظورم اینه آیا 100% خودکفاست؟ به طور کلی وقتی همه چی رو با هم ترکیب میکنین، تمام ویلاها، تمام پارکینگ‌ها و قطعات و ترکیب‌های مختلف رو، بله، ما خودکفا هستیم. من اینجا فناوری خیلی پیشرفته‌ای ندیدم. در واقع برج‌های بادگیر خنک کننده و اینجور ویژگی‌های معماری از زمان مصر باستان بوده. چیزی که قابل توجه تعهدشون به استفاده از همه نوع فناوری برای ایجاد یک فضای زندگیه که تأثیری در حد صفر بر محیط زیست داشته باشه. اما برگردیم دبی. نکته جالب در مورد این مملکت به نسبت جدید اینه که میخوان تو همه فناوری‌های هوشمند تو دنیا اول باشن. از پلیس پیشرفته و روبوکاپ بگید تا پهپادهایی که از آسمون همه چی رو زیر نظر دارن. حالا برای اولین بار در دنیا وزیر هوش مصنوعی هم منصوب کردن. خودش که خیلی هیجان زده است بابت کارهایی که میخوان بکنن. یکی از جمله‌های مورد علاقه من در حوزه فناوری اون جمله معروف لری پیج مؤسس گوگله که میگه هر وقت یه کار عجیب غریب میکنیم پیشرفت میکنیم. نظر شما چیه در این مورد؟ بسیاری از طرح‌های تازه نه فقط در سیلیکون ولی در بسیاری شرکت‌های مهم فناوری در سراسر دنیا، چین باشه یا بریتانیا، همین جوری به وجود میان. وجه اشتراک همه این شرکت‌ها اینه که از غیر ممکن نمی‌ترسن. طرحشون ممکنه به نظر دیوانگی بیاد ولی وقتی اجرا میشه جهان رو تکون میده.
ذهنیت ما هم همینه. میخوایم ذهن‌های درخشان از جاهای مختلف رو بیاریم به امارات متحده عربی و شرایطی رو فراهم کنیم که چیزهایی خلق کنن که به درد همه دنیا بخوره. مردم رو چطور در این تغییرات دیجیتال و طرح‌های تازه با خودتون همراه میکنین؟ امارات متحده عربی کشور منحصر به فردیه. جمعیت ما بسیار جوانه. جمعیت جوان رو میشه برای موقعیت‌های جدید که در آینده ایجاد میشه تربیت کرد. حس ما اینه که فرصتی است که به یکی از پیشگامان در دنیا بدل بشیم. سال 2017 طرحی دادیم به اسم 1,000,000 برنامه نویس. میخوایم به 1,000,000 نفر برنامه نویسی یاد بدیم. زبان برنامه نویسی زبان آینده است. البته تبدیل این برنامه نویس ها به متخصصان هوش مصنوعی کار آسانی نیست، ولی به نسبت آموزش کسی که هیچ درکی از این زبان آینده نداره آسون تره. بنابراین فکر میکنم کاری که اپل با آیفون کرد یا کاری که گوگل در زمینه جستجو کرد، دبی میتونه در حوزه دولت و اداره کشور بکنه. دبی از پیاده کردن طرحهای تازه و شکست خوردن طرحهای تازه نمیترسه. بنابراین تمام توانش رو روی فناوری‌های بسیار بسیار جدید گذاشته. طرحهایی که جاهای دیگه بهش می‌خندن، اینجا ازش استقبال میشه. دولت دبی برنامه‌ای داره با عنوان شتاب دهندگان آینده دبی که امیدواره این جور طرحها رو از روی کاغذ به عالم واقعیت بیاره. نکته مهم اینه که اینجا حکومت سلطنتیه. در نتیجه بیشتر شبیه یه شرکت اداره میشه تا کشور. سازوکارهای دموکراتیک در تصمیم گیری جایی نداره. بیشتر این طرح ها ممکنه به هیچ جا نرسه، ولی حتی یکیش هم به نتیجه برسه میتونه همه چیز رو زیر رو کنه. بنابراین اگه با این ذهنیت بری جلو که اکثر این طرح ها به ثمر نمیرسه، خیالت راحته. ولی به محض اینکه یکیشو موفق بشه، همه دنیا میان سراغش و شما میشی پیشرو. اعتقاد ما اینه که قوانین و مقررات باید در راستای خلاقیت و ابتکار تغییر کنه. الان کارآفرین ها در هر حوزه که کار میکنن نمیتونن راحت طرحها و دستاوردهاشون رو به ما ارائه کنن. اگر تصمیم گیرندگان در دسترس باشن و بشه در این گونه موارد از نزدیک باشون کار کرد، پیشرفت مراتب سریعتر میشه. واقعیت اینه که دبی مواد لازم برای پختن این آش رو داره. هم پول فراوون، هم تصمیم گیرندگان اهل مدارا. احتمالاً هیچ جا مثل اینجا نمیشه شکست خورد و لبخند زد، به خصوص که حاکمان دبی عزم جزم کردن که بجز هوشمندترین، شادترین کشور دنیا هم بشن. آخر سفر سری زدم به دفتر دبی هوشمند. کی اومد پیشوازم؟ Mrs. Kate from BBC Click. Your host is waiting for you. فرح من رو برد پیش یکی از طرفداران اصلی فناوری‌های جدید در کشور. برام خیلی جالب بود که به رغم همه چیزهایی که در مورد کشورهای این منطقه میگیم، مدیر مربوطه یک زن بود. برای ما فناوری هدف نیست، وسیله است که باهاش زندگی مردم رو بهتر و شادتر کنیم. به همین خاطر داریم هوش مصنوعی رو به دولت میبریم یا ربات های مثل فرح رو به عنوان منشی به خدمت میگیریم. آینده همینه. در این حال ما مدام سراغ زمینه های تازه میریم، مدام پرسیم بعد از این چی. This is the future, but yet we keep challenge ourselves. What is next? اینکه این طرح‌ها به نتیجه برسه یا نه معلوم نیست، ولی در بلند پروازی تصمیم گیرندگان دبی تردیدی نیست. اینجا شهری مدرن و پویا که عملاً از صفر وسط بیابون ساخته شده. شاید باید شعار شهر رو بذارن: تا امتحان نکنی موفق نمیشی. به پایان برنامه هفته کلیک رسیدیم. تکرار این برنامه رو در وبسایت ما ببینید به نشونی bbcpersian.com/click یا از طریق یوتیوب BBC فارسی تماشاش کنید. با ما در تماس باشید با ایمیل persianclick@bbc.co.uk و با توییتر با شناسه @persianclick. ممنون از همراهیتون. تا برنامه بعد، بدرود و خدا نگهدار.